اسپانسر والکس سریال قهوه ترک رو ببینیم یا نه توی این برنامه در موردش صحبت میکنیم سلام سلام چطورین؟ بالاخره قسمت پنجم قهوه ترک هم پخش شد و طبق قرار همیشه میریم سراغ ببینیم یا نش فقط قبل از اون بگم که بر بچه که اهل ترید کردنن یا قصد تریدر شدن دارن بدانید که صرافی ارز دیجیتال والکس توی کانال یوتیوبش آموزش ترید کردن میده و یه کار جالب و نوعی که دارن الان انجام میدن آموزش استفاده از هوش مصنوعی برای ترید کردنه بنابراین اگه دق دقیق این ماجرا رو دارید توصیه میکنم که کانال یوتیوبشون رو دنبال کنید براتون مفید خواهد بود لینک کانالشون رو توی توضیحات این ویدیو قرار می بریم سراغ قهوه تور کست سریال ویترین سریال ستارش به نظرم میشه خب حامده بهداد که جذاب آدم ها دوست دارن ببیننش خود من قبلا هم گفتم صرفا جلوی دوربین به ایسته برام جذابه دوربین این آدم رو دوست داره ولی با وجود اینکه مثلا همین اواخر میشه دیگه درسته که یکی دو سال گذشته ولی جزء کارهای اخیرش میشه دیگه میخواهم زنده بمانم رو یعنی حامد بهدادش رو دوست داشتم اینجا تو این دو سه قسمتی که حضور پیدا کرده اون حامد بهدادی که توی ذهن من هست نبوده داستان ترانه است پرستاری که علاقه به موسیقی هم داره توی خیابون موسیقی هم اجرا میکنه پلیس هم بیگردتشون. که اینش خوبه نشون میده بالاخره حداقل اینو یهو تصمیم میگیره خواهر دوقلو و پدرش رو رها کنه و مهاجرت کنه به ترکیه اونم به صورت غیر قانونی به این موضوع مهاجرت انقدر الان موضوع داغ و همهگیری هست که یا تقریبا میشه گفت همه ما بهش فکر میکنیم در خانواده یا حداقل در فامیلی کسی نیست که یک نفرشون حداقل مهاجرت نکرده باشه حتما این آمار بیشتر از این حرف پس سوژه سوژه مناسبیه برای کار کردن دیگه با توجه به اینکه نویسنده روی کرده منفی در این متن نسبت به مقوله مهاجرت داره حالا برای این آدمه با این شکل مهاجرت داره منفی نشونش میده میشد استفاده بسیار خوبی از ترکیه کرد تا اون احساس شکست خوردگی یا اون حس قربتی که باید القا پیدا بکنه ولی این احساس به من بیننده القا پیدا نمیکنه اون حس قربتی که الان نیاز ما حس کنیم ترانه توش گرفتاره به من انتقال پیدا نکرد یعنی بستر بستر خوبیه مهاجرت ولی استفاده ای که ازش میشه تا به حال استفاده تاثیرگذاری نبوده فیلم قرار بوده یک فیلم نامه هیجان باشه توی خود پلتفرم نوشته شده این سریال ماجراجویان است و درام پنج قسمت گذشته و نه هیجانی ما تجربه کردیم با سریال نه احساس ماجراجویی بهمون به دست داده این استایل فیلمنامه از روند عطفهای جذاب و چیزهای قافلگیر کننده باید بهره ببره اما روند کند عطف جذابی نداشتیم و چیزی هم غافلگیرمون تا به حال نکرده پنج قسمت هم گذشته به نظرم نویسنده خیلی روی صبر بیننده حساب کشیده بیشتر از نویسنده کارگردان روی صبر بیننده حساب کشیده پلان بیش از حد میبینیم از سکوت کاراکترها که دوربین یا داره بهشون نزدیک میشه یا داره دورشون میچرخه و نماهای بسیار زیادی که خیلی هاش بیدلیله از استانبول میبینیم سریال خصیصه مشتش بستست و سفت کم ارائه میکنه فکر کنید توی قسمت سوم مثلا هیچ چیز دندونگیری ارائه نمیکنه جز اینکه که تهش میبینیم حامد بهداد وارد سریال میشه فقط ورودش رو میبینیم به نظرتون چقدر؟ پنجاه ثانیه اسلوموشن حرکت حامد بهداد رو میبینیم به سمت دوربین و قسمت تموم میشه پنجاه ثانیه این پنجاه ثانیه به چه دلیله؟ چرا؟ آیا این ادای احترامی است به یک ستاره که کارگردان داره بهش میکنه؟ همه باید در خدمت اثر باشن نه در خدمت ستاره ستاره هم باید در خدمت اثر باشه یکی از مسائلی که تو این سریال وجود داره اینه که ترانه یک خواهر دوقلو داره ترانه و تنین خب این یه چالشه یه چالش مهم برای خالق اثر و برای بازیگر حتما متن هم در این تاثیر گذاره اما از نظر بسری چه چیزی مهمه که ما این دوتا آدم رو بتونیم از همدیگه تفکیک کنیم در درجه اول بازیه بعد لباس کمک میکنه کارگردانی کمک میکنه متن کمک میکنه اما نکته بدی که وجود داره اینه که ما بین ترانه و تنین تفاوتی نمیتونیم پیدا کنیم درسته که دو قلوهای کاملا همسانن اما نکته همینه که دوتا آدم جدان که میبینیم بینیم هم با هم دیگه داره ولی وقتی نتونیم از هم دیگه تفکیکشون بکنیم وقتی میبینیم نفهمیم کدوم تران از کدوم تنین خوب نیست درسته ممکن روی این ایده بخواد کار بکنه که این هر دو انقدر به هم نزدیکن و شبیهن و فلان و اینها خیلی قابل تشخیص نیستن ولی ما میبینیم که یکیشون میگه مهاجرتون یکی میگه مهاجرت می حالا فکر نکن خیلی راهکار خوبیه دو تا دیدگاه و دو تا جهانبینی متفاوت نسبت به هم دیگه دارن وقتی این اتفاق نمیفته اینا نمیتونیم از هم دیگه تفکیک کنیم ارتباط بین این دو تا خواهر رو هم نمیتونیم باور بکنیم اصلا به نظر من مهمترین فاکتور سریال چون در اکثر پلان ها در اکثر سکانس ها دوربین داره شخصیت اصلی رو که سارا رسول زاده بازی کرده دنبال میکنه مهمترین مسئله سریال به نظرم سمپات شدن ما با کارکتر اصلیه که این اتفاق برای من نیفتاد مثلا من با سارا رسول زاده در سریال عاشقانه همراه شدم خصوصا نوع ارتباطش با هومن سیدی اون کانکت در اومده بود اون ارتباط کار میکرد واقعا جالب و باورپذیر اتفاق افتاده بود دختر لاتولوت، روک پر روی که میدونی اون اتفاق افتاده بود اینجا رخ نمیده یعنی مهمترین مسئله سریال که جذابترین نقطه سریال اولین علت کشش سریال باید باشه در من رقم نمیخوره تصنع احساس میکنه یه سکانسی داره قسمت پنجم اسپویل نیست دیگه چیزی نیست که بخوایم بگیم اسپویل که سایر رسول زاده یعنی ترانه داره با اون خانم ترک درد و دل میکنن یه جمله این میگه جمله این میگه زبان هم دیگر هم نمیفهمن ولی درد و دل میکنن با هم با حاله. این یه جمله از مشکلات خودش میگه این یه جمله از مشکلات. من این سکانس رو دوست دارم دوست داشتم این سکانس ولی دوست داشتن یک سکانس بین پنج قسمت عدد بسیار کمیه بعید میدونم که فیلم نویس ایده جالبی نداشته باشه و قرار نباشه جلو یه چیز سپرایز باحالی رو کنه ولی سریال مثل یک موتوری میمونه که هی هندلش رو میزنی هی روشن نمیشه دیگه تا یه جایی اونی که میخواد سوارش بشه تحمل میکنه یه جایی به بعد رهاش میکنه تاکسی میگیره میره سریال تا به اینجا نه بازیهاش آدم رو جذب کرده نه روند کند آدم رو درگیر میکنه نه صبوری کارگردان در نشون دادن پلانهای بلا استفاده اجازه میده که بیننده جذب و درگیر اثر بشه بنابراین با توضیح تمام این مسائلی که عرض کردم خدمتون سریال قهوه ترک در لیست نبینیم های برنامه ببینیم یا نه قرار میگیره لطفا شما هم نظرتون در مورد این سریال بنویسین بگین که در لیست ببینیم هاتون یا نبینیم ها علت هاتون هم بنویسین با و جذابتر مرسی که این ویدیو رو دیدید در تماسیم